اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. یعنی اگر من این قاعده رو بلد نباشم، نشناسم، شناخت پیدا نکنم، مثلا دین ندارم. یعنی نمیشود کسی امیرالمؤمنین نداشته باشد بگه من دین دارم، امکان نداره. همینجوری که اگر یک کسی امیرالمؤمنین رو نشناخت، قبول نکرد، خط امیرالمؤمنین رو، اون خطی که میاد تا وجود نازنین امام اثر و آنافدار، رسالت هم نفهمیده. و اگر رسالت رو نفهمید قطعا توحید هم نفهمیده. بله. یعنی اگر یک کسی توحید، بله، یعنی اگر یک کسی، من یه بار عرض کردم، شاید گفتم اگر یک کسی توحید رو بلد نباشه، نفهمه، قطع به یقین همه این سلسلهش غلط میشه. چون توحید اگر درست بود، شما نمیتونی غیر از در خونه پیغمبر جای دیگه توقف کنی. یعنی شما اگه توحیدتون درست باشه، هیچ موقع رو حضرت موسی علی نبینا و علی السلام توقف نمیکنه. اگر یک کسی نبوتش توحید دو... به صورت عام دیگه، بله، نه توحیدی که حالا فقط در اسلام معرفی شده، نه نه، همین توحید، یعنی خداشناسی، وحدانیت. خب ببینید، من میرسم به این جمله که فهمید، اتفاقا میگم این زیارت خیلی فوق العاده است. همین عام و تخصیصی که داریم میگیم، امام هادی علیه السلام اینقدر قشنگ تو یک کلمه توضیحش دادن، تو یک جمله کوتاه. ببینید الان یه نفر بهش نرسیده، میخواسته خدا رو بپرسته، رفته بت پرست شده. بله. قصدش هم از اون بوته واقعا خداست، ولی راه رو چون به اشتباه رفته، بی امام بوده، اشتباه رفته. خب اون خطاب لعن امام هادی علیه السلام تو این زیارت نیست. حضرت میفرمان بعد از اعتراف لعن بعدش کرد، بعد خود حضرت لعن میکنن. یعنی اگر از عدم علم به یک خطایی رسیده باشه، هیچ اشکال نداره، باز امیدی برای برگشتش هست.